بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز انتشارات مسجد وزیر محمد اکبر خان تقدیم می کند سلسله خطبه های نماز جمعه از دکتر محمد ایاز نیازی. الحمد لله والصلاة والسلام على سید الخلق و امام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، جوانان عزیز و هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از جمله توصیه‌های مؤکد قرآنی، التزام امت اسلامی به وحدت و یک پارچگی است. به عبارت دیگر، وحدت و یک پارچگی امر خدا و رسول است که همان طوری که ما مکلف هستیم که 5 وقت نماز را در وقت با جماعت ادا بکنیم، یک ماه روزه ماه رمضان مبارک را بگیریم، در وقت توانگر شدن حج بکنیم، در وقت مالک نصاب شدن زکات بپردازیم، همین طور قرآن پاک با وحدت و یک پارچگی و اتفاق و اتحاد تأکید میکند. بناءً وحدت امت اسلامی، یک پارچگی امت اسلامی از جمله وجائب و فرائض اسلامی امت است که قرآن در آیات متعدد با آن تأکید میکند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد با آن تأکید میکند. امروز متاسفانه در جهان پیمانها و معاهدات متعددی وجود دارد زیر عناوین مختلف، پیمانهای نظامی، پیمانهای اقتصادی، پیمانهای فرهنگی و پیمانهای قاروی، همه دیگرا از استفاده کردند. یگانه امتی که امروز برنامه ندارد پیرامون این اصل اساسی که قرآن به او تأکید میکند امت اسلامی است، در حالی که مسلمان ها خداوند برشان مجال بسیار قوی و انگیزه ها و اسباب نهایت محکم را برشان نصیب فرموده است که از خلال آن میتوانند که تمام امت اسلامی با وجود دوری اماکنشان از نظر جغرافیایی، اختلاف رنگ و نژاد و تیرشان، اختلاف زبانشان، اختلاف قومیت و ملیتشان، می توانند که در زیر یک چتر متحد و متفق و بسیج و بسیط شوند که متاسفانه ما به این جمله یا به این حکم یا به این فرمان و به این ارشاد الهی کمتر توجه کردیم. یکی از جمله قوی ترین اسباب ضعف و پراگندگی مسلمان ها همین مرض اختلاف و نفاق است، در حالی که قرآن پاک به لحن صریح آیتی که آغاز صحبت با آن شد
می فرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا. ایجا الله جل ذکره ایتور نفرمود اتحدوا اتفقوا، بلکه سبب وحدت ما به ما معرفی میکند. یعنی وحدت باید یک انگیزه ای داشته باشد، یک سببی داشته باشد که او ما را جمع بکند. او چیز حبل الله، حبل الله قرآن کریم، حبل الله شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم، دین مبین اسلام که در تمام قرآن یک جای را پیدا نمیکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امت خود یا قومی گفته باشه، بلکه کلمه امت مطرح است. حضرت موسی قوم خود به کلمه قوم خطاب میکنه، چون به قومی محدود و منطقه محدود فرستاده شده. حضرت عیسی همچنین، حضرت نوح همچنین، حضرت ابراهیم همچنین، انبیا هر یک، حضرت هود همچنین، حضرت شعیب، اما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تمام انسانیت فرستاده شده است. و ما ارسلناک الا کافتا للناس، ما ترى نفرستاده مگر برای تمام کافه انسانها. درست است بعثت ایشان در سرزمین عرب شد، اما رسالتشان محدود به جزیره العرب نیست و نبود، به تمام انسانها پیام الهی را پیغمبر بزرگوار آوردن. بناءً در قرآن به ما لقب امت داده شده است. ان هذه امتكم امتا واحده، ان هذه امتكم امتا واحده، این امت شماست که در حالی که یک امت است. امت چی معنا؟ از تشکل قبائل قوم به میان می آید، از تشکل اقوام ملت به میان می آید، از تشکل ملل امت به میان می آید. فوق ملل است امت، از تشکل ملل متعدد امت به میان می آید. به این معنا که دایره اسلام و بینش اسلامی فراتر است از آنچه که ما خودت می اندیشیم. من دوستای عزیز، صحبت امروز را مناسب دیدیم پیرامونی ضرورت به وحدت امت اسلامی، خصوصا در شرایط کنونی. برابر است که به داخل کشورمان ضرورت داشته باشیم و یا فراتر از کشور و به سطح کل جهان اسلام. دو نوع وحدت است. یک نوع وحدت موقت و یک نوع وحدت دائمی. وحدت موقت دارای ارزش نیست. ما و شما میبینیم که طور مثال چند حزب سیاسی یک ائتلاف سیاسی میسازن و نامش وحدت میگذارن، یا اتفاق یا اتحاد نامش میگذارن، ولی او چند انگیزه های محدودی دارد که در دوری اما انگیزه ها جمع میشوند، همزمان و از همپاشی اسبابی که اونها را جمع ساخته بود وحدت از بین می رود. گفته می شود که میان چند حزب سیاسی وحدت است، وحدت از بین می رود. خداوند از ما اینچنین وحدت نخواسته، چرا که در اونجا اصلا انگیزه معقول نیست. چند حزب سیاسی یک جا ائتلاف میکنن به خاطر تضعیف جانب مقابل یا برای انداختن مبارزه تا رسیدن به اریکه قدرت. وقتی که به قدرت رسیدن اینجا اختلاف شروع میشود. چرا انگیزه از بین رفت؟ یکی میگه من بیشتر مبارزه کرده بودم، دیگه میگه من بیشتر مبارزه کرده بودم، دیگه میگه من بیشتر مبارزه کرده بودم. حق اولویت از من است. اینجاست که میبینیم نزدیکترین دوست در برابر برادر یا دوست خود استاد میشود، حتی به قتل و نابودی از او آماده میشود. این وحدت، وحدت شیطانی است. این وحدت، وحدت رحمانی نیست.
و همچنین بس اوقات انگیزه های منافع تجارتی یا انگیزه منافع تجارتی باعث می شود که اتحادیه تجار مثلا در یک چوکات محدود و در یک زمان محدود یک اتحادیه تجار به میان می آید. وقتی که امو چوکات محدود یا امو زمان محدود از هم می پاشد یا اختتام پذیر می شود، وحدت از بین می رود. و یا چند تن از انسانهای مفسد با هم دست داده به خاطر ایجاد تفرقه و نفاق در مابین مسلمان ها با یک دیگر دست میتن به شکل منافقانه و متزلزل ساختنی صفوف مسلمان ها دست به کار میشن و این دوامدار نیست. چرا اگر مسلمان ها صفوف خود حفظ بکنن، دشمنای داخلی و خارجی خود بشناسن که از داخل صفوف در مقابل وحدت مسلمان ها و یک پارچگیشان دسته های نفاق کار میکنند و از خارج طور مثال تمویل میشوند. مسلمان ها وقتی که درک کردن میبینن که واقعی خطری بزرگ است که متوجه وحدت صفوف وحدت مسلمان ها شده است. مکلفیت مسلمان ها به خاطر جلوگیری از چنین عناصری یا از چنین مفسدین این است که باید به هر شکل اجازه داده نشود تا صف مسلمان ها وحدت و اخوت مسلمان ها از هم بپاشد. اینجا است که آیتی که تلاوت شد به ادامه آیات قبلی است، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. بارتباط النقطه الاخير در ما بين اوس و خزرج دو قبيله كي اكثريه مطلق اهل مدينه را تشكيل ميدادن، سالهاي متمادي جنگ حاكم بود، اختلاف و کشمکش، قتل و قتال. وقتی که خداوند جل ذکره پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به نبوت و رسالت مبعوث ساخت و بعد از اینکه مدتی در مکه تشریف داشتند، مزاحمت های در مکه و در مقابل دعوت پیغمبر علیه الصلاه و السلام، امر پروردگار شد به هجرت. قبل از اینکه پیغمبر علیه الصلاه و السلام به مدینه منوره هجرت بکند، ارتباطاتی محکم با مردم مدینه قائم شد و سفیرشان را حضرت مصعب ابن عمیر فرستادن که در مابین هر دو قبیله که اوس و خزرج بود توحید، یکتاپرستی و اسلام را نشر میکردن، تبلیغ میکردن. اینجا بود که مردم مدینه آماده شدن در عقیب دو بیعت پنهان در موسم حج و پیغمبر علیه الصلاه و السلام که از پیغمبر علیه الصلاه و السلام حمایت کنند و پیغمبر بزرگوار را دعوت دادند بر مدینه اگر سرزمین مکه ایجاب نشر رسالتتان را نمی کنند، ما همان طوری که از خون خود، از جان خود، از مال خود، از اولاد خود دفاع میکنیم از شما دفاع میکنیم، تشریف بیارین. وقتی پیغمبر علیه الصلاه و السلام به مدینه تشریف بردن، اهل مدینه به چند گروه یا گروه تقسیم بودن. یکی مسلمان ها که متشکل بود از انصار ساکنین مدینه و مهاجرین کسانی که از مکه هجرت کرده بودند بر مدینه. مهاجرین کسانی که با پیغمبر علیه الصلاه و السلام هجرت کرده بودند از مکه به مدینه. انصار کسانی که در مدینه مقیمین و ساکنین اصلی یا باشندگان اصلی مدینه منوره بودند که از هیچ نوع همکاری و فداکاری در برابر برادران مهاجرشان دریغ نمی کردن. خداوند جل ذکره وصفشان را در سوره حشر این چنین بیان می کند،
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. کسانی که مدینه را معوا اختیار و انتخاب کردن، یعنی اهل مدینه، و ایمان را پذیرفتن، اسلام را قبول کردن با طیب خاطرشان، با خوشی و رضامندیشان، دوست دارن کسانی را که به ایشان هجرت میکنن از اهل مکه، مؤمنانی که در مکه نمیتوانند که به شعائر دینی خود ادامه بدهن و هجرت بالایشان واجب شده بود، با مدینه هجرت میکردن و اهل مدینه از ایشان بسیار به خوبی و به محبت استقبال میکردن. یحبون من هاجر الیهم، حتی در برابر برادران مهاجرشان که اکثریت مطلقشان فقیر بودن، مسکین بودن. چرا؟ مشرکین مال و داراییشان غصب کرده بودن، دست خالی فقط دین خدا را گرفته هجرت کرده بودن. در برابر برادران مومین و مسلمان مهاجرشان هیچ نوع دلتنگی احساس نمی کردن، بلکه برعکس، و یؤثرون علی انفسهم، بر مصالح خود مصالح مهاجرین را مقدم می دانستن، ایثار و فداکاری داشتن در برابر مهاجرین، حتی در دارایی خود مهاجرین شریک ساختن، که از جمله حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه می فرماید که وقتی که من رفتم یکی از برادرای انصاری با ما گفت که برادر، تو از جمله سرمایه دارای مکه بودی، من می خواهم که مال خود به تو تقسیم بکنم. حضرت عبدالرحمن می فرماید که من برش گفتم بارک الله فیک، خداوند برد برکت بده، دلونی علی سوق، من به مال ضرورت ندارم، ما یک تاجری با تجربه هستم، فقط مرا بازار به من نشان بده. با وجود فقر، با وجود دستنگی یا به اصطلاح حالت زیقشان، ولی نمی پذیرفتن، بلکه می گفتن که دروازه کار برای ما باز شود، نمی خواهیم که مالت خداوند نصیب خودت بکن، دروازه کاروبار برای ما باز شود، زمینه کار باز شود که ما از آبله کف دست خود نان بخوریم. این تربیه اسلام بود که فقیر اصلا شناخته نمیشد که فقیر است، فکر میکردی که کلانترین سرمایه دار است. حضرت عبدالرحمن بن عوف به یک مدت کم با خبره و تجاربی که در تجارت داشتند، دوباره به حیث یک سرمایه دار در مدینه تبارز میکنند و امثالشان. خب به هر حال پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم وقتی که تشریف آوردن در مدینه چند گروه بود، گروه مسلمان ها که متشکل بود از انصار و مهاجر، با اینها پیغمبر علیه الصلاه و السلام اخوت اسلامی را در مابینشان به حیث قرارداد امضا کرد، به اصطلاح امروز به شکل قرارداد. سلمان با ابو دردا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم سلمان تو برادر ابو دردا باش، فلانی تو برادر فلانی، فلانی تو برادر فلان، یک انصاری و یک مهاجر، برادر خوانده، برادر خوانده در دین، همه انصار و مهاجر در یک صف قرار داده شدند. حتی در وقتی در شهادتی تعدادی از صحابه کرام در احد، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم دستور دادند که کسانی که در مابینشان مواخات است، عقد اخوت قائم شده است، در یک قبر دفن می شدند. کسی که مهاجری که با انصار دست اخوت و برادری داده بود، پیغمبر بزرگوار اجازه دادند که چون حالت یک حالت اضطراری بود، در یک قبر دفن شوند. چه قسمی که در دنیا در یک عقیده و در یک قلب و در یک اندیشه حرکت می کردن، همچنین هم در روزی که در راه خدا قربان می شوند، در یک قبر دفن می شوند. این بود ارتباط ما بین مسلمان ها.
دو گروه دیگر، یکی منافقین بود و یکی هم یهود. منافقین با مسلمان ها آمده ادعای ایمان می کردن، لاف از ایمان و اسلام می زدن، اما یک لحظه از تخریب، از ایجاد تفرقه در مابین مسلمانان دست نمی کشیدن. همیشه کار و فعالیت چن امیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی که با مسلمان ها می آمدن می گفتن آمنا، ما مؤمن هستیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، وقتی که بر می گشتن به شیاطینشان، مراد از شیاطین یهود کفار، قالوا انا معکم، در حقیقت ما با شما هستیم، قلبا با شما هستیم، انما نحن مستهزئون، ما مسلمان ها را فریب میدیم، یک نوع استهزا و تمسخر میکنیم همراهشان، و خوش هستند که ما با وا هستیم، هرگیز با مسلمان ها نیستیم. چنانچه که در آغاز همین رکوع الله جل ذکره بیان منافقین میکنه، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، برخی از مردم ادعا و لاف میزند که او به خداوند ایمان دارد، ما به الله ایمان داریم و به روز آخرت ایمان داریم. قرآن تکذیب میکنند، میگن نه خیر، چون اگر مسلمان ها از حالشان خبر نیست، الله جل ذکره از حال هر انسان خبر است. قرآن رد میکند ادعای دروغینشان را، و ما هم بی مؤمنین، ایشان مؤمن نیستند. یخادعون الله، اینها در گمان خود به فکر خود الله تعالی را فریب میکنند، در حالی که کسی الله تعالی را فریب کردن نمیتواند. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، ایشان فقط خود فریب میتن، در حالی که نمیفهمند که خود فریب میتن و فکر میکنند که خداوند را فریب دادن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، که در 13 آیه تقریبا بیان منافقین شده است. برخورد پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم به این گروه به شکل محتاطانه بود. وقتی که اینا لاف از ایمان می زدن می گفت خلاص، وقتی کلمه می خوانند، با ما در صف نماز استاد می شوند، دیگه خلاص، آنچه که در ما بین قلبهایشان از نفاق است، خداوند می فرماید فی قلوبهم مرض، در دلهایشان مرض نفاق است، فزادهم الله مرضا، پس زیاد بکند خداوند مرضشان را، یا زیاد کرده است الله تعالی مرض نفاقی که در قلبشان است. نه، این مرض باعث می شد که همیشه در صدد زیان رساندن بر مؤمنان بودند. می بینیم که در حق کفار یا در باره کفار در اوائل سوره بقره 3 آیت آمده است، و در حق این گروه که خطرناکترین و بدترین اقسام و انواع کفار محسوب می شدند، 13 آیت به مذمتشان آمده است. چرا که اکثر در اکثری سنگرها، در اکثری مواقع با پیغمبر بزرگوار و مسلمان ها ضرر و زیانی که می رسید پشت پرده همین مردم بودند که در ظاهر لاف از ایمان می زدن و زیر پرده دست به نفاق، به تفریقه در مابین مسلمان ها و راپور دادن برای دشمنان اسلام از احوال مسلمان ها و از پلان مسلمان ها دشمن ها را خبر می کردن در هر گوشه و کنار. اینجا بود که قرآن پاک چهره های اینها را افشا ساخت. نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله، نعره تکبیر الله، چهره های اینها را افشا ساخت تا اینکه آیات متبرکات که درباره منافقین آمده است و تا روز قیامت در کلام الهی تلاوت می شود برای ما مسلمان ها سرمشق حیات و سرمشق زندگی من باشد، که بشناسیم که منافق کیست و چی کار میکند، وظیفه چیست. اینجا از دوستای عزیز که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یقین داشتن به وحی الهی که اینها نابود شدنی هستند و نابود شدن، مدینه منوره پاک شد از وجود منافقین. گروه سوم یهود یا اهل کتاب،
که پیش از هجرت پیغمبر علیه الصلاه و السلام در تورات اوصاف پیغمبر بزرگوار بیان شده بود، میخواندن و قرنها قبل از ولادت و میلاد پیغمبر علیه الصلاه و السلام اینها به اساس اشارات تورات از اطراف و اکناف جهان به طرف مدینه هجرت کردن و جمع شدن که بیشتر از 4-5 قبائل بود یهود در مدینه و اطراف مدینه. در اینجا یک نکته ای که قابل ذکر است ایست که چرا اهل مکه زود ایمان ناوردن در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 سال در مابین مردم مکه زندگی کرده بود، به حیث الگو، به حیث الگو در همه چیز، در صداقت، در شجاعت، در امانتداری، در صدق و صفایی، در عفت و پاکی، در وقار، در همه کارهای خیر، تعاون با مظلومین، مقاومت در مقابل ظالم، به همه چیز پیغمبر بزرگوار قبل از نبوت الگو بود. به همین لحاظ بود که مردم مکه با پیغمبر علیه الصلاه و السلام در پهلوی این که نام مبارکش محمد بود امین میگفتند، محمد امین. ولی وقتی که وحی الهی میآید و به اجازه پروردگار به تبلیغ وقتی که استاد میشود، این مردم به تبلیغ پیغمبر خدا گوش نمیدن، مخالفت میکنن. نزدیکترین انسان ها از کاکایش که ابولهب است بیشتر اذیت میبینند، از اقاریبش بیشتر اذیت میبینند. ولی چرا اهل مدینه اینقدر زود به اسلام مشرف شدند؟ علت همین گروه های یهودی بود. همیشه وقت زمزمه میکردند با مشرکین مدینه، میگفتند که روزی شود که پیغمبر آخر زمان فرستاده شود، به این سرزمین هجرت میکند، اینجا میآید، ما زیر بیرقی از او جمع میشیم، در مقابل شما مشرکین جهاد میکنیم. قرآن به اشاره میکند ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معه و كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. وقتی که آمد به ایشان کتابی از نزد پروردگار، قرآن پاک، در حالی که مصدق و تأیید کننده اصول توحید بود که به نزد ایشان بود، در اشارات تورات تصدیق کننده آنچه که در تورات درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود. و كانوا من قبل، پیش از بعثت رسول علیه السلام، يستفتحون على الذين كفروا، طلب فتح و پیروزی میکردن از خداوند به بعثت پیغمبر آخر زمان به دو شکل. میگفتن یا الله، پیغمبری که وعده کرده ای به فرستادن وی، او را بفرست تا این که زیر بیرق از او ما جمع شویم و در مقابل مشرکین فتح و کامیابی نصیب من شود. و یا الله، در هر سنگری که روبرو می شدن به دشمن می گفتن خدایا به برکت پیغمبر آخر زمان نصرت و یاری و کامیابی را نصیبی ما بگردان. اینجاست که فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که فرستاده شد از طرف خداوند و آمد به نزد ایشان آن ذات و آن پیغمبری که قبلا او را شناخته بودن، کفرو به، با او کفر اختیار کردن، کفر انتخاب کردن. چرا؟ علت چیز؟ حسد، حسد من عندی انفسهم در قرآن میگه. علت چیز؟ تعصب. علت چیز؟ حب جا و مال و مقام. میدانستن که این اسلام علیه خودخواهی و برتری خواهی آمده است، در اونجا دیگر با کسی اجازه نیست که زیر عنوان دین و زیر عنوان کلیسا مردم فریب بکنند، بلکه همه در یک صف قرار داده می شوند، با همه انسانها یکسان برخورد می شود، همه در برابر قانون خداوند برابرند و مسئولند. این قابل قبول نبود، تعصب.
تعصب، مرض تعصب باعث گمراهی یهود شد. قوم پرستی، حضرت صفیه رضی الله عنها روشن می سازن این موضوع را که از یکی از قبایل یهودی بود و در فتح خیبر خداوند به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت ام المؤمنین صفیه را نصیب کرد، مادر مؤمنان صفیه رضی الله عنها. میگه روزی که سر و صدا بلند شد در مدینه که پیغمبر هجرت کرده صلی الله علیه و سلم، پدرم با کاکایم گفت تو برو ببی که امو کسی که اوصافش خواندیم و منتظرش بودیم اموست و یه شخصی دیگری است. وقتی که آمد به مدینه و پیغمبر علیه الصلاه و السلام ملاقات کرد، میگه وقتی که به خانه برگشت خیلی ها افسرده و غمگین بود. کاکایم از پیش پرسان کرد که علت چیست؟ چی گپ هست؟ گفت هو خودش هست، اما چی کنیم که از بنی اسرائیل نیست، از بنی اسماعیل است. پیغمبر امو پیغمبر است، اما مشکل اینجاست که از بنی اسرائیل و اولاد یعقوب نیست. ببین این تعصب، این تعصب باعث شد که بدترین چهره، متعصبترین چهره در مقابل اسلام و پیغمبر اسلام یهود تبارز شود، تبارز کند و یا اینکه معرفی شود روی همین تعصب. دوستای نهایت عزیز، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم باز هم به موضوع بر میگردیم که وحدت است. دو نوع وحدت در مدینه ایجاد کردن، وحدت در چوکات اخوت اسلامی ما بین انصار و ما بین مهاجرین، وحدت در چوکات دفاع از مدینه که ما و شما امروز را میتانیم که وحدت ملی بنامیم، وحدت در چوکات دفاع از مدینه. تمام اهل مدینه، یهود، منافقین، مسلمانان، همگی مکلفیت دارند که از مدینه و از قلمرو مدینه دفاع بکنند. دوستای عزیز، فراخی نظریه اسلام ببینید و وسعت قلب پیغمبر علیه الصلاة والسلام ببینید که به حیث هموطن با مردم مدینه، حتی با کسانی که مسلمان نبودند، با کسانی که با پیغمبر اذیت میکردند، زیر پرده پلانا میسنجیدند، با اخلاق عالیشان برخوردی رحیمانه و مشفقانه داشتند، تا به وقتی که منافقین و یهود دست به خیانت زدند، به اصطلاح وحدت ملی را زیر پا کردند و دشمنان اسلام که از هر طرف بالای مدینه هجوم آوردن و حمله ور شدن، همدست شدن، همین وحدت به حال خود باقی بود که در سوره احزاب خداوند جل ذکره هجوم بالای مدینه از هر طرف و خاطر نابود ساختن اسلام و کمک منافقین و یهود به مهاجمین و به کفاری که میخواستن اسلام نابود بسازن، که خداوند جل ذکره از باب انعام و احسان خود ذکر میکند: یا ایها الذین آمنوا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ریحا و جنودا لم تروها. وقت را یاد بکنین ای مسلمانان که لشکر کفر بالای شما ریخت، ولی خداوند لشکری را فرستاد به خاطر فتح و به خاطر حفاظت شما، حمایت شما و شکست دشمن که شما به چشم نمی دیدین، یک برخی از او یا یک بخشی از او باد بود. جنودا فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، فرستادیم بر بالای ایشان باد را، باد تند که تمام خیمه های دشمن را نابود ساخت، و باد باعثی از این شد که دشمن فرار می کند. لشکری الهی، ملائکه، وقتی که خداوند با تو کمک بکند، همه چیز لشکری خداست. آب لشکری خداست، باران لشکری خداست، باد لشکری خداست، حتی شوپرک طیرن ابابیل که در قرآن آمده است لشکری خداست. در مقابل
فیله های غول پیکر ابرهه از طرف خداوند فرستاده شدند به خاطر حمایت و حفاظت و حراست بیت شریف. غیر از همین پرنده های عاجز و پرنده های ضعیف دیگر هیچ شمشیری وجود نداشت در حمایت و حفاظت بیت شریف. قصه نهایت عزیز اینجا است که وحدت مسلمان ها تضمین کننده حیاتشان است. امروز اگر مسلمان ها به سطح جهان اگر وحدت داشته باشند، همه چیز از مسلمان هاست و انگیزه و اسباب وحدت، عقیده اسلامی و قوت اسلامی، قبله مشترک، پیغمبر مشترک، دین مشترک، کتاب مشترک، همه اسباب توحید و اسباب یک پارچگی مسلمان هاست. و همچنین خداوند برای مسلمان ها امروز در زمین سرزمین های را برای مسلمان ها داده است که سرشار از منابع طبعی و از سرمایه طبعی است، وحدت اقتصادی و قوت اسلامی و وحدت اقتصادی، بازار مشترک اسلامی که متاسفانه امروز قاره اروپا را ببینید با اشتراک فقط در یک کاره و بر ریاضمی که اونها را جمع ساخته است، با وجودی که در اونجا باعث وحدتشان انگیزه دینی نیست، باعث وحدتشان انگیزه دینی نیست، فقط چیزی که باعث وحدت اروپایی ها شده است اشتراکشان در یک قاره و یک بخشی یا برخی از زمین، و باعث از اون شده است که اونها امروز قوی ترین اقتصاد دارند. بازار مشترک اروپا، یک پول، یک پاسپورت و یک منفعت مشترک. و امروز مسلمان با همسایه خود جور نمی آید، او را خود دور بمان. اینجا است که ما مسلمان ها به سطح جهان، به سطح منطقه و به سطح داخلی به وحدت اشد ضرورت داریم. اگر وضع اسلامی و جهان اسلام همچنین دوام بکند، روزی شود که سخت ضربه بخوریم که از این کده ضربه خطرناکتر که حتی وجود و حیات امت اسلامی را تهدید بکند. اینجا از که قرآن تکرار میکند با وحدت و یک پارچگی مسلمان ها تأکید میکند، از اختلاف و نفاق دست بکشید، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم، قوتتان از بین می رود در نتیجه اختلاف، در نتیجه نزاع و کشمکش. و همچنین جهان اسلام ضرورت دارد، چه قسمی که ضرورت دارد به ایجاد بازار مشترک اقتصادی. امروز اقتصاد سودی جهان و بانک های سودی توازن اقتصادی را از بین برده است. بحران اقتصادی جهان از کجا پیدا شد؟ از سود. ولی الحمدلله نظام اقتصادی اسلام بهترین نقشه و بهترین پروگرام برای ایجاد بانکداری اسلامی در چوکات ارشادات اسلام که ستون فقرات اقتصاد تشکیل میده طرح دارد. من چند سال قبل یک مجله را خواندم، حتی وزیر تجارت بریتانیا و فرانسه اعتراف کردند که ما به خاطر جلوگیری از بحران اقتصادی جهان باید از اصول و ضوابط و قواعد بانکداری اسلام استفاده کنیم. آنچه که متاسفانه ما و خود تا هنوز به طرف او نمی بینیم، حتی نمی دانیم که در چه حالت قرار داریم. ایجاد اقتصاد اسلامی یا بازار مشترک اسلامی و در پهلوی از او ایجاد فضای تعاون مشترک در مجال ثقافت و فرهنگ اسلامی. امروز الحمدلله مسلمان ها فرهنگ مشترک دارن، ثقافت مشترک دارن. وقتی اگر ثقافتی در جهان اسلام، اگر ثقافت اسلامی از خلال رسانه ها، مطبوعات و وسایل و تکنولوژی پیشرفته روز به شکل متبادل در مابین مسلمان ها اگر تبارز بکند، بزرگترین
سبب تقویه در صفوف مسلمان هاست. و همچنین ایجاد هیئت و یا کمیسیونی قوی متشکل از علما و دانشمندان بخاطر حل منازعات جهان اسلام در لحظاتی که ما بین کویت و عراق اختلاف افتید، جرقه آتش در اونجا وقتی که افتید، اگر ما چنین کاری را می کردیم، اگر ما کمیسیونی می داشتیم، جهان اسلام از خود کمیسیونی می داشت متشکل از علما، دعوتگران و از انسانهای دانشمند و قوی و به اصطلاح مسئول، هیچ وقت سرنوشت عراق و کویت این چنین نمی بود. جنگی که ما بین ایران و عراق با وقوع پیوست، اگر ما چنین برنامه می داشتیم، هرگز ما بین ایران و عراق جنگی با وقوع نمی پیوست که خداوند جل ذکره تأکید می کند انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. ما بین دو برادر مسلمانتان وقتی که نظامی افتد، فورا دست به اصلاح بزنیم، نگذارین که نفاق و نزاع و جنگ و کشمکش و یا آتش جنگ شالاور شود، جلوگیری کنین فورا. و همچنین در افغانستان اختلافاتی که ما بین مسلمان ها رونما شد، تبارز کرد که باعث تباهی کشور شد. سالهایی که در مصر بودم، یکی از استادا پرسان کتی چطور است احوال وطن؟ گفتم خودت خوبتر میدانی. گفت چرا شما افغانها جور نمیایید؟ گفتم قرآن تو را گفته که در ما بین ما جور آمد بکن. ما دو جانبی متنازع هستیم، صحیح است. قرآن تو را مکلف ساخته است. جانب ثالث مکلف است که دو گروهی متنازعی که از مسلمانها ما بینشان جنگ و اختلاف بروز میکند، در اوجا گروه سالس اسلامی مکلف است. چرا جور نمیین؟ من گفتم ما جور هستیم، ولی تو مکلفیت ادا بکو در قبال افغانستان و ملت مظلوم بیچاره افغان. اینجا است که ما اگر میتانستیم یا بتانیم، جهان اسلام امیدواری است که در آینده چنین گامه هایی برداشته شود. میگه هم میبرد و هم میدوزد. دشمن است که همه کار میکند و ما خود در خواب هستیم و ما باز پناه میبریم به دشمن که بیا در مابین ما اصلاح بیار. یعنی مثل که گرگ بالای گوسفند چوپان مقرر کنیم. ها انتم اولای تحبونهم، چه قرآن است، شما ایشان را دوست دارین. ولا یحبونکم، هرگز شما را دوست ندارن. فریب نخورین به زبانهای بسیار چرب و نرم و گرم و یا زبان شیرین. ولا یحبون و تؤمنون بالکتاب کلی، به همه کتب آسمانی شما ایمان دارین، به کتبی که به ایشان نازل شده از شما ایمان دارین، ولی اونها به کتاب شما ایمان ندارن، به پیغمبر شما ایمان ندارن. و اذا لقوكم قالوا آمنا، وقتی که روبرو با شما میشن لاف از ایمان میزنن، از دوستی، از محبت. و اذا خلو عضوا عليكم الانامل من الغيظ، وقتی که با خود یک جا میشن، در برابر شما انگشته های خود زیر دندان میگیرن. چرا؟ مسلمان ها به طرف ترقی روان هستند، به طرف وحدت روان هستند، به طرف روشنی روان هستند. نگذارین. این است نسخه قرآن برای امت. به خاطر تدارک دوست نهایت عزیز، در پهلوی آنچه که گفته شد، اگر جهان اسلام کاش می توانست که یک دفاعیه مشترک و یک کمیسیونی دفاعی می داشت مسلمان ها متشکل از عساکر تمام کشورهای اسلامی، چه قسمی که امروز ما می بینیم زیر چتر ناتو و چند روز قبل زیر چتر وارسا یا ورشو، فوج مشترکی بود به خاطر دفاع. کاش که امت سرگردان و پراگنده 1,800,000,000 انسان بی سرپرست، اگر این قیادتی درست می داشت، وحدت و یک پارچگی خود حفظ می کرد، بازار مشترک می داشت، اقتصاد مشترک می داشت، منابع طبعیش دیگرها به یغما نمی بردن،
و همچنین کاش کمیسیونی دفاعی مشترکی می بود که در هر جا وقتی که علما و دانشمندا در مابین دو کشور اسلامی یا در مابین یک ملت مسلمان اختلافات تبارز می کرد، اونجا وقتی که از طریق صلح اگر قضیه حل نمی شد، از طریق مداخله و فورا رسیدنی همین ارتش اسلامی قضیه حل می شد. کسی حساسیت نداشت دیگر، فوج فوج اسلامی است، ارتش اسلامی است، از کشورهای اسلامی متشکل است، دیگه ضرورتی نبود که گوسفند به گرگ بسپاریم. کاش که همچنین فکری در این امت زنده شود، کاش که همچنین کاری برای امت شود. دوستان نهایت عزیز، بلی انگیزه های مختلفی وجود دارد که متاسفانه اکثر حکام جهان اسلام از طرف خود ملل یا امت اسلامی انتخاب نیستن، بلکه امت فریاد میزنه که ما تو را نمیخواهم، که مثال از او را ما و شما در سوریه میبینیم و انقلاب های پای همه در ماورای در گرد و پیش مدیترانه دیدیم، از مصر تا لیبی تا تونس و غیره. امروز ملت فریاد میزنه که ما تو را قبول ندارم، ولی به خاطر بقا، به خاطر تحکیمی سلطه، هزارها انسان به شکلی حتی قتلهای دست جمعی در سوریه امروز کشته میشد مسلمان ها. اینجاست که چرا وقتی که میگه ما تو را قبول ندارم، خلاص پس شو بگذار، اختیار ملت به خودش بده. اینجاست که اکثریت حکام امت اسلامی اونها به زور و بازو و کودتا و انقلابای عسکری بالای امت مسلط شدن. امت از آزادی بیان، از آزادی سیاسی محروم است و در جایی که مصلحت غربی ها هست در اونجا هیچ کار ندارن، ولو که حکومت حکومت عسکری باشد. چنانچه در جزایر، در سالهایی که در جزایر ملت مسلمان جزایر 90% رأی دادن به این که باید اقتصاد ما اقتصاد اسلامی باشد، ما غیر از اسلام چیزی دیگر نمیخواهیم، میبینیم که قضیه کاملا 150 درجه تغییر میکند. از راه های دموکراسی، از راه انتخابات ملت الجزایر اسلام خواستن، ولی با تایید فرانسه و غرب میبینیم که یک کودتای عسکری میشود و دموکراسی کوبیده می شود، ذبح می شود، که در نتیجه هزارها و هزارها مسلمان الجزایری با خون و خاک کشانده شد، در جایی که مصلحتشان حتی در نظام های عسکری باشد با او را تایید می کنند. این عدالت نیست. عدالت نیست که هر ملتی را بگذار سرنوشت خودش تعیین کنه. چرا مداخله می کنی؟ خب به هر حال دوستای نهایت عزیز، این چند کلماتی بود یا حرفهایی بود پیرامونی وحدت و یکپارچگی مسلمانان به سطح جهان، به ارتباط وحدت داخلی من. بدون شک باز هم ما مسلمان های افغانستان به وحدت اشد ضرورت داریم، به یکپارچگی اشد ضرورت داریم. انگیزه های وجود دارد، اسبابی وجود دارد که اخوت ما را تقویه می کند، اخوت ما را و برادری ما را تحکیم می بخشد. عقیده اسلامی من، همچنین فرهنگ اسلامی من، حقوق متبادلی که اسلام به خاطر ایجاد اخوت و محبت و یا تقویه صفوف اسلامی در مابین ما وضع کرده است، در پیش روی ما و شما سه شفاخانه قرار دارد، سه شفاخانه: شفاخانه صحت طفل وزیر اکبر خان و شفاخانه محمد داود. شاید کسی که از نزدیکترین انسان مریض باشه و به دیدن از او هفته یک بار برید، یک روزی سر زدیم به شفاخانه صحت طفل، از حقوق مسلمی که اطفال مسلمان بالای من دارد یا برادرای مسلمان من بالای من دارند در شفاخانه پرسیدیم، در حالی که پیغمبر علیه السلام از حقوق واجبه اسلامی که باعث توحید صفوف مسلمان ها می شود، بیمار پرسی و یا عیادت المریض قرار داده است.
که متاسفانه چنین کاری نیست. بناً این حقوق متبادل که عبارت است از کمک و تعاون با برادر مسلمان در کارهای خیر، دستگیری مظلوم و قرار گرفتن در پهلوی مظلوم در مقابل ظالم، اشتراک در خوشی های مسلمان، خوشی هایی که در چوکات اسلام و اخلاق می باشد، اشتراک در غم مسلمان یعنی غم شریکی، و همچنین تقدیم مصلحت عام یا منافع عامه بر منفعت خاصه، و همچنین عفو در گذری از برادر مسلمان، دور شدن از هر نوع اختلافات مذهبی و اختلافات فرعی که باعثی از همپاشی صفوف مسلمان می باشد. اینها همه اسباب وحدت و یکپارچگی مسلمین است. دور بودن از هر نوع تعصب، تعصب قومی و لسانی و منطقوی، همه از جمله توحید و تقویه صفوف مسلمان ها می باشد. فورا تدارک اختلافات و نزاعی که بروز میکند در مابین افراد امت یا افراد ملت، با درک مسئولیت اسلامی جلوگیری از هر نوع اختلافات و یا ایجاد صلح و تأمین صلح و امنیت در مابین افراد ملت و امت، اینا همه از مسئولیت های ما و شما مسلمان هاست که به یا اشد ضرورت داریم تا وحدت و یکپارچگی من تأمین شود. دوستای نهایت عزیز، امروز وقتی که دو برادر ما و شما میبینیم که با یک دیگر خسته هستن، متاسفانه بجای از این که در ما بینشان میانجیگری بکنیم که باعث رفع خستگیشان شود یا رفع سوء تفاهم شود یا رفع نزاع شود، بلکه بیشتر یک جانب دامن میزنیم. پیغمبر بزرگوار میفرماید لا یدخل الجنة قطات، در جنت قطات داخل نمیشود. پیغمبر علیه الصلاه و السلام از پیشان پرسیدش یا رسول الله علیک الصلاه و السلام قطات کیست؟ گفت انسانی که درویه است، در مابین دو مسلمان با دروی بازی میکند، با یک روی به انسان میآید، با دیگر روی به انسان دیگر میآید، نه به کار اصلاح و خیر بلکه به خاطر ایجاد تفرقه و نفاق در ما بین مسلمان ها. در پیش رو بسیار شیرین، بلی بتفاوت نباشی، فلانی در باره تو بسیار نیت خراب دارد، پیشی از او رفته، آنچه که از زبان تو برآمد به او انتقال میده. پیغمبر گفته هرگز در جنت داخل نمی شود، دروازه جنت برای چنین انسانی بند است که در حدیث صحیح روایت شده است. بلکه ما مسئولیت ما برعکس است، حتی بس اوقات ضرورت میشد به خاطر صلح در مابین دو فرد مسلمان یا دو گروه اسلامی یا زن و شوهر یا دو همسایه، بس اوقات اگر ضرورت به دروغ شود، اسلام برمان اجازه داده است که در سه حالت دروغ مصلحت آمیز درست است. یکی از جمله در مابین دو مسلمان کشیدگی است، کوشش میکنیم، میانجیگری میکنیم که او آدم خوب به تو بسیار نظری نیک دارد، در یک جا از تو توصیف کرد، در یک جا از تو دفاع کرد، تو اشتباه کرده در برابری برادر خود، با اون نفر مسلمان دیگر رفته عینی گپ هم میزنی که او برادر تو در کجا روان است، تو برادر خود از دست دادی، او خود در باره تو بسیار نظری نیک دارد. این از نقش مسلمان. این فکر نه که یک جرقه آتش از یک فامیل وقت که شروع می شود این متوقف نیست، به همسایه و بالاخره از همسایه به سطح ولسوالی، به سطح ولایت، به سطح کل کشور، آتش نفاق وقتی که جلوگیری نشد دامن زده می شود که در این تومه حریق و یا این که همه ملت لقمه آتش و تومه آتش می شود. دوستای نهایت عزیز، برادران گرامی، بدون شک وحدت و یک پارچگی مسلمان ها باعث عزتشان است، باعث قوتشان است، باعث بقایشان است، باعث حیاتشان است، باعث تقدم و پیشرفتشان است، باعث ترقی و سربلندیشان است. برعکس اختلاف و نزاع
در مابین امت اسلامی و یا در مابین مسلمان ها که فعلا در کشور ما متاسفانه به این مرض گرفتار هستیم که امروز همه چیز از دست دادیم، باعث عقب ماندگی، باعث از دست دادن استقلال، باعث از دست دادن امنیت، باعث از دست دادن عدالت، باعث از دست دادن همه ثروت و منابعی که به دست داریم یا در خاکمان است. بناهن راه بیرون رفت رجوع به کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و سلم که می فرماید فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر در امری در ما بین شما نزاع و اختلاف روز میکند، او را در چوکات قرآن و سنت حل بسازین اگر به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشین. از این بیشتر وقت تان نمیگیرم، دعا میکنیم که خداوند همه امت اسلامی را وحدت و یک پارچگیش حفظ بکند. الهی در ما بین ملت مسلمان افغانستان اخوت و برادری و وحدت و یک پارچگی را حاکم بساز پروردگار. الهی نفرت و بدبختی را به لطف و کرمت با اخوت و محبت مبدل بساز. الهی از این بیشتر ما را به دیگران محتاج نساز. الهی دست ما را به دروازه دیگران دراز نساز. الهی همه مشکل ما را تو حل بساز و ما توفیق بتی در چوکات شریعت محمدی زندگی خود را به شکل آبرومندانه پیش ببریم و ما توفیق ببخش تا در سرزمین خود قوانین شرعی و قوانین اسلامی که باعث نجات و سربلندی همه انسان هاست پروردگار را نافذ بسازیم. الهی به همگی ما توفیق ببخش تا اینکه به خاطر تأمین عدالت و امنیت در کشور خود کار بکنیم. الهی تو از ما راضی باش و راضی شو. تمام مسلمانانی که مریض هستند خداوند شفای کامل و عاجل نصیب کن. یکی از برادرها خواهش کرده بود که برش برادرش عملیات شده است و تکلیفش کانسر یا سرطان است، دعا بکنیم که رب العزت ای برادر شفای کامل و عاجل نصیب کنه. الهی تمام برادران و خواهران و اطفالی که مریض هستند شفای کامل و عاجل برشان نصیب کنه. تمام برادران و خواهرانی که پریشان هستند از پریشانی خلاصشان بکنه. الهی تمام فقرا و مساکینی که محتاج هستند، الهی در چوکات رزق حلال مشکلشان حل بساز. الهی تمام کسانی که به لقمه حرام مبتلا هستند لقمشان حلال بساز. لقمه همگی ما را حلال بساز پروردگار. الهی فساد و بدبختی از کشوری ما دور بکن. الهی به لطف و کرمت بجای فساد اصلاح در کشوری ما بیار. الهی امت اسلامی را در هر گوشه و کنار زمین حفاظت و حمایت بکن. بار دیگر عزت و قیادت از دست رفته امت برش نصیب بکن. الهی از این بیشتر امت اسلامی را ذلیل و دربدر نساز خداوندا. الهی از همگی ما راضی باش و راضی شو. گناهای صغیره و کبیره ما را ببخش. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.